صدای دار قالی نشان جریان زندگی در دیار روستاهای جرگلانه، صدایی که نبض صنعت منطقه مرزی رو به صدا در میاره و ضربانش با آهنگ نقش خانی هنرمندان قالی باف میتپه. هنرمندانی که اشک‌ها و لبخندها را گره به گره و رج به رج بر چله دار می‌کشند و دردها را بند به بند گره می‌زنند تا نقش هزار رنگ خاطره را بر تار و پود دارهای قالی به تصویر بکشند. قالی که می‌بافیم 4 نفره به بافیم 6 ماه طول می‌کشه، 2 نفره 1 سال طول می‌کشه، بعد 1 نفر هم باشه 2 سال طول می‌کشه. دویدخ یکی از روستاهای بخش جرگلانه که یکی از منحصر به فرد ترین دستبافته های بشر در اونجا خلق میشه. اما بازار کم رونق فرش دستباف دروی تمام ابریشم دویدخ یک تراژدی تلخ رو برای این صنعت رقم زده. قبلا فروشمون خیلی خوب بود. نسبت به هزینه ای که به قالی میکنیم به صرفه نیست. در سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی تفاهم نامه‌ای بین استانداری و مرکز ملی فرش ایران منعقد شد که حاکی از خبرهای خوشی برای قالی بافان بود. خروجی این شد که ما نمایشگاه دائمی فرش دستبافی بالاخره در استان داشته باشیم که به همت مرکز و استانداری انشالله زمین از طرف استانداری تهیه خواهد شد و کل 0 تا 100 تجهیز نمایشگاه دائمی به عهده مرکز ملی فرش ایران خواهد بود. که این اتفاق میمون و مبارک برای استان بیفته، قاعدتا بحث فروش فرش‌های دورو و تکروی دستباف منطقه دویدخ هم مشکلش برطرف خواهد شد. در حال حاضر 25960 نفر در استان کارت شناسایی قالی بافی دارند. این آثار هنری ارزشمند میتونه علاوه بر اشتغال زایی در زمینه ارزآوری و تحول در اقتصاد خراسان شمالی تأثیر بسزایی داشته باشه. فاطمه عطایی، باشگاه خبرنگاران جوان، روستای دویدخ، شهرستان مرزی رازوجرگلان.